بر شما سر خط خبرها. واکنش امارت اسلامی به ابراز نظرها در مورد قانون امر به معروف. سخنگوی امارت اسلامی نگرانی کشورهای غربی درباره این قانون را گستاخی بر شریعت دانست. لومړی د اسلامي قوانینو ځان پوه کړی او د اسلامي ارزښتونو درناوی دی ولري. موږ پر اسلامي شریعت داسې اعتراضونه د دوی ګستاخی بولو. توافق امریکا و ازبکستان در مورد چرخبال‌های نظامی افغانستان در آن کشور. وزارت دفاع ملی میگوید که هر نوع معامله در مورد چرخبال‌های افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است. وزارت دفاع ملی با وضاحت اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. تأکید سرپرست وزارت خارجه بر تطبیق پروژه‌های بزرگ در کشور. امیرخان متقی میگوید که کار پروژه تاپی به مرحله نهایی رسیده و به زودی خبر آغاز آن نیز اعلام خواهد شد. لسیمه لحیوادون و سرد افغانستان پا اڑیکو هم اغیز لری او یو لبل سرم گتی تلل کی. و ادامه گفتگوها در قاهره برای تأمین آتش‌بس در غزه. مشروع خبرهای این ساعت با من سید عیسی صادات. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به انتقادهای داخلی و خارجی به قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته است که انتقاد غیر مسلمانان از این قانون گستاخی است و از مسلمانان ناآگاهی از دین و شریعت اسلام است. در همین حال برخی از عالمان دینی میگویند که امر به معروف و نهی از منکر که از راه مشروع آن صورت میگیرد باید از آن اطاعت شود. سید بلال صیاد به این گزارش نظری انداخته. توشیح قانون تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر سر و صداهای فراوانی را در پی داشت. بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومتی و سازمان‌های جهانی در این مورد واکنش نشان دادند و خواستار بازنگری این قانون شدند. این واکنش‌ها و ابراز نظرها سخنگوی امارت اسلامی را واداشت تا واکنش نشان دهد. ذبیح الله مجاهد در برگه ایکس خود با نشر خبرنامه منتقدان قانون پسین امر به معروف را مخاطب قرار داده و گفته است که انتقاد از شریعت اسلامی از سوی یک غیر مسلمان گستاخی و از سوی مسلمانان نشان دهنده ناآگاهی آنان از دین است. و از غیر مسلمانان خواسته که به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارند و از مسلمانانی که اعتراض می‌کنند خواسته که با علمای دین مشورت کنند و خود را از اصول دینی آگاه کنند. که کوم غیر مسلم دغه قوانینو په اړه اندیښنه شي او یاره در باندې کوي، لومړی د اسلامي قوانینو ځان پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی دی ولري. موږ پر اسلامي شریعت داسې اعتراضونه د دوی ګستاخی بولو. در همین حال شماری از عالمان دینی میگویند که امر به معروف و نهی از منکر که از راه مشروع آن صورت میگیرد باید از آن اطاعت صورت گیرد. امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغه طریقه باندې چې هغه په مشروع طریقه باندې وي دا غوس پکاوی و کی از ما فکر باندې د اسلام د فارس پکاوی دی. نو ټول خلکو ته دا وایو که چې په امر بالمعروف باندې پیر نه مسلمانان وي باید چې په امر بالمعروف باندې پوسی. در همین زمینه برخی دیگری از کارشناسان مسائل دینی میگویند که پوشاندن صورت بانوان و برخی موارد دیگر که در قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر آمده یک مسئله اختلافی است و توشیح قوانین اینچنینی روابط امارت اسلامی با جامعه جهانی را تیره میسازد. پوشاندن روی خانم ها جزء حجاب واجبی و لازمی نیست و یک مسئله اختلافی است بین اهل علم. بنابراین خانم ها اختیار دارند در پوشاندن رویشان و یا نپوشاندن رویشان و آیاتی در قرآن وجود دارد که دلالت بر این میکند. اگر پوشاندن روی خانمها جز حجاب واجبی باشد پس ای خطاب خداوند که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ای به چی معناست؟ با توشیح این گونه قوانین به نظر من میتواند در رابطه امارت اسلامی و جامعه جهانی خدشه ایجاد کند، به خاطر اینکه بعضی از این موارد از نظر جامعه جهانی قانونی افراطی قلمداد می شود و جامعه جهانی طبیعتاً که قوانین افراطی را برنمی تابد و به دنبال این است که امارت اسلامی
خودش را با قوانین بین المللی تا حدی همسو سازد. در واکنش برای کار آمدن این قانون، روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، روزا اوتونبایوا، رئیس یوناما و شماری از مقام‌های کشورهای مختلف بر آن انتقاد کرده و گفتند که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی شده و سبب محدودیت‌های بیشتر بر شهروندان افغانستان به ویژه بانوان می‌شود. سفیر امریکا در ازبکستان اعلام کرده است که بنابر یک توافق جدید 46 چرخبال ارتش سابق افغانستان در اختیار حکومت ازبکستان باقی میماند. در این حال وزارت دفاع ملی میگوید که هر نوع معامله در مورد چرخبال های افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است. پوشش این گزارش با سومن رحمتی. جاناتان هنیک سفیر امریکا در ازبکستان اعلام کرده که امریکا و ازبکستان توافق کردند 46 هواپیمای نظامی که در 15 اگست 2021 از سوی خلبانهای افغان به این کشور انتقال داده شده بود در اختیار حکومت ازبکستان باقی میماند. این وسایل نقلیه هرگز متعلق به افغانها نبوده است، بلکه متعلق به آمریکا بوده است. ارتش افغانستان از آنها استفاده کرده است، اما ما همیشه مالک آنها بودیم. این وسایل نظامی در ازبکستان خواهند ماند و در این باره به طور رسمی توافق شده است. در همین حال عنایت‌الله خارسمی سخنگوی وزارت دفاع میگوید که هر نوع معامله در مورد چرخبال‌های افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است. وی از کشور ازبکستان میخواهد که با حسن همسایه‌داری در تسلیم دهی چرخبال‌های افغانستان همکاری کند. هر نوع معامله در رابطه با سرنوشت هلیکوپترها و طیاره‌های افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است. وزارت دفاع ملی به وضاحت اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. از حکومت ازبکستان توقع می‌رود از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری نموده و با توجه به حسن همسایه‌داری تصمیم عاقلانه‌ای را پیش گرفته و به تسلیم دهی تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری نمایند. مقامات ازبکستان در تاریخ 15 اگست 2021 اعلام کردند که 22 فروند چرخبال نظامی و 24 چرخبال نیروهای مسلح افغانستان وارد حریم هوایی ازبکستان شدند. در همین حال شماری از کارشناسان و مسائل نظامی در مورد عدم پسدهی چرخبال‌های افغانستان به این کشور چنین دیدگاه دارند. ای دا امریکا نیست، ای تهرات ما دا ازبکستان ششته، ازبکستان کشورش مجبور مقرب است بر مردم افغانستان جابده باشه از هلیکوپترهای ما. هیچ وقت ای مربوط امریکا شده نمیتانه، ای مربوط مردم افغانستان میباشه. از سوی هم شماری از کارشناسان و مسائل سیاسی میگویند که انتقال چرخبالها از افغانستان غیر قانونی بوده و باید بر اساس یک محکمه بین المللی پیرامون این چرخبالها تصمیم گرفته شود. مسئله چی است که یه هواپیما خلاف قانون رفته؟ دولت ازبکستان معتقد است که چنا غیر قانونی داخل کشور شده باید توسط یک دادگاه و محکمه شده و بعد از اون در این مورد تصمیم گرفته شده که متاسفانه تا 3 سال این کار صورت نگرفته. همزمان با سقوط حکومت غنی شماری از خلبانهای افغان با چرخبالهای نظامی به ازبکستان فرار کردند. تا 3 سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان در حال مذاکره با آمریکا بودند تا مالکیت این تجهیزات نظامی را به دست آورند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که کار پروژه تاپی به مرحله نهایی رسیده و به زودی خبر آغاز آن نیز اعلام خواهد شد. به گفته او تمام مصارف این پروژه حدود 10 میلیارد دلار تخمین شده و افغانستان میتواند از این طریق ده ها مگاوات برق تولید کند. وی میگوید که امارت اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل دو جانبه با کشورهای منطقه است. احمدشا غفاری به این گزارش نظری انداخته. مراحل نهایی پروژه تاپی در افغانستان. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه از مراحل نهایی پروژه تاپی خبر داده است. با گفته او از طریق گاز این پروژه افغانستان میتواند ده ها میگاوات برق تولید کند و همه سال از طریق تولید برق ده ها میلیون دلار به خزانه کشور وارد خواهد شد. افغانستان به وکولای سی لگاز و څخه په ګټه اخیستنی سلګونه میگاوات برېښنا تولید کی. د برېښنا تولید په خپله د افغانستان ملي بودیجې ته هر کال سلګونه میلیونه ډالره جذبولای سي. د برېښنا او ګازو له راتګ سره زموږ داخلي صنعت او تولیدات ښه وده کولای سي. وی میگوید که افغانستان در حوزه گاز،
تیل و برق به خود کفایی نرسیده و مردم با مشکلات روبروان و با تکمیل شدن این پروژه کشور در بخش گاز به خود کفایی نزدیک خواهد شد. اولسونو تا گاز نلری او خپل تیل دومره نلری چی طولو تا کفایتو کی دی بریخنا پا برخه که هم مشکلاتی نو دی گاز و راتک با پسو برخو که دیر مثبت اثر ولری. سرپرست وزارت خارجه میافزاید که ارتباط دو جانبه در میان کشورها یک اصل بوده و امارت اسلامی به این اصل متحد است. لسیمی لحیوادون و سرد افغانستان پا اڑیکو هم اغیز لری او یو لبل سرب گتی تلل کیگی دا حق لاست راوڑه نیدی چی بالاخره با طول حوادون دیت رسیگی چی یو بل تا گت ورسیگی او دی یو بل لزیان و تاوان نلاس واخی. لوله انتقال گاز پروژه تاپی 1840 کیلومتر طول دارد که 147 کیلومتر این لوله از خاک ترکمنستان، 735 کیلومتر از خاک افغانستان و 800 کیلومتر آن از پاکستان می گذرد و سرانجام به شهر فاضلکای هند می رسد. مسئولان وزارت امور داخله میگوید که امنیت در کشور به گونه درست تأمین شده و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. آنان همچنان میگویند که هیچ گروهی نمیتواند که امنیت کشور را اخلال کند. به گفته آنان نیروهای امنیتی امارت اسلامی توان هر گونه مقابله با دشمنان کشور را دارد. همکارم رحیم جان رحیمی در این مورد بیشتر میگوید. مسئولان وزارت داخله در برنامه تشریح دست آوردهای یک سال ادارات اماراتی میگویند که امنیت در کشور به گونه درست تامین شده و هیچ گروهی نمیتواند که امنیت کشور را اخلال کند. در سر تا سر کشور امنیت سر تا سری تامین شده، امنیتی تامین شده که در دههای متواتر ما نظیر و مثالش را نداریم و این یک نعمت بزرگی پروردگار است که باید از این فرصت ها همه ملت، همه مسئولین، همه کسی که در این راستا مسئول هستند از این فرصت ها به بهترین شیوه حفاظت بکنند و استفاده بکنند. مسئولان این وزارت می افزایند که نیروهای پلیس آموزش دیده و توان هر گونه مقابله با دشمنان کشور را دارند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت می گوید که در شهر کابل با تعداد 660 اراده موترسایکل از بهر جلوگیری از جرم ها به پلیس توزیع شده است. قابل یادآوری است که جهت تامین امنیت بهتر به خصوص در ساحات و مناطق غیر پلانی به صدها اراده موترسایکل در مرکز و ولایت کشور به هدف گزمه های سیار برای پلیس توزیع گردیده شده است که در هر ولایت درجه اول کشور به تعداد 50 اراده موترسایکل و به ولایت های درجه دوم کشور تعداد 25 اراده موترسایکل توزیع گردیده شده است. وی میگوید که با تلاش‌های این وزارت جرم‌های جنایی در کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. عبدالمتین قانی میگوید که در جریان یک سال 38 واقعه اختطاف به پلیس اطلاع داده شده است و پلیس این وزارت 250 مورد عملیات را علیه جنایتکاران راه اندازی کرده است. در بخش مبارزه با اختطاف الحمدلله که دستاوردهای خوبی داریم که الحمدلله به همه گفته میتونیم شهروندان که در افغانستان مکنون یک قضیه اختطاف هم نداریم. یک اطمینان و پیام خوبی مردم عزیز خود داریم که پلیس کشفی و قطعات خاصی وزارت امور داخله در سال گذشته توانسته است که با پدیده اختطاف به گونه جدی مبارزه نماید. او افزوده که کشت کوکنار در کشور کاملا از بین رفته و به تعداد 3643 تن مواد مخدر کشف و به دست آمده است. مسئولان وزارت داخله همچنان میگویند که برنامه‌هایی را برای روند الکترونیک سازی جواز رانندگی روی دست دارند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که در 3 سال گذشته دستاوردهای چشمگیر در بخش سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک داشتند. آقای فطرت امضای 35 تفاهم گوناگون به ارزش 2.5 میلیارد دلار را از بزرگترین دستاوردهایشان می‌دانند. مرجان فیضی گزارش می‌دهد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که در 3 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در بخش سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک داشتند. حمدالله فطرت امضای 35 تفاهم نامه گوناگون به ارزش 2.5 میلیارد دلار را از بزرگترین دستاوردهایشان می دانند.
بلی په دې وروستیو کې د بهرنی سیاست او ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا په برخه کې په عمل پرمختګونه رامنځته شول. څو ورځې مخکې د ازبکستان هیواد لومړي وزیر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی او کابل ته راغی او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره ملاقاتونه درلود او دا راز یې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 بیلابیل تفاهمنامې لاسلیک کړې. تعیین سفیر از سوی افغانستان در کشورهای ازبکستان، امارات متحده عربی و قزاقستان نیز از جمله پیشرفت‌های امارت اسلامی در 3 سال گذشته است. قراردادهای اقتصادی و تجارتی با بسیاری از کشورها صورت گرفته است و همچنان تعداد از سفارتخانه‌های بعضی از کشورها در کشور ما بازگشایی شده و نمایندگی‌های افغانستان نیز در بسیاری از کشورها وجود دارد. این در حالی است که با گذشت 3 سال از عمر امارت اسلامی تا کنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. بعد از خبرها باز هم از تلویزیون جهانی 1 خوش آمدید. یک گروه از متخصصان چشم وزارت صحت عامه کشور برای عملیات رایگان پرده چشم به ولایت فراه سفر کردند. آنان در این سفر 10 روزه بیش از 300 بیماران چشم را تداوی کردند. گزارش از همکارم عارف عدیل از ولایت فراه. پایان سفر 10 روزه متخصصان چشم در فراه، یک گروه از متخصصان چشم وزارت صحت عامه کشور برای عملیات رایگان کاتاراک یا پرده چشم به شفاخانه ولایتی فرا سفر کرده اند. آنان در این سفر 10 روزه بیش از 350 بیمار چشم را عملیات کرده و همچنین به گفته آنان روزانه بیش از 100 بیمار سر پا را معاینه می کردند. در این مدت 10 روز اصلا خود در ولایت فرا و خاطر که مریضان چشم بسیار زیاد بود و مقدار 350 مریض ما را تارگیت داده بود از طرف وزارت صحت عامه. بخاطر که مریض ها زیاد بود ما 50 مریض دیگر هم اضافه کردیم تا دیگه خصوصاً کسایی که پرده داشت پرده چشمشان عملیات میشه تارگیت ما با 4 کرد. دی قبل دی وزارت صحت عامه نراغلی دی او دی جلس ورزو کوم دی مدیر فرغلی و چې دوی تقریبا درنیم سوا د سترګو د فردو یا کټرکس ته د دې عملیاتونو ټارګټ درلودو چې دومره خلکو ته باید دوی عملیاتونه وکړي. در این حال شمار از بیماران چشم در ولایت فرا از سفر این گروه متخصصان استقبال کرده و اما بر ایجاد یک شفاخانه درمان چشم تاکید میکنند. از مستر د امارات ډیر کومک کړی چې د پاکستان د بلځه دولتو د ایران موږ نه کړی د مستر خدمت کوي ګوره موږ عملیات کوي په سره موږ د ډیر ځین خوشحالي تشکر ما از امارات اسلامي می خوایم چې به هر ولایت شفاخانه نور است به ولایت فرا بچینه باشه یک ډاکټر چې شاسته اوره مور کباب کرده یک چکت میده و ما با 500 روپیه ما هم گرد به خاک و گرد و غبار گرد کوری. گفته نیست که به دلیل نبود شفاخانه تداوی چشم در ولایت فرا بیشتر باشندگان این ولایت از بحر درمان چشمشان به ولایت های همجوار و خارج از کشور سفر میکنند. استفاده از دیگ بخار آلومینیومی در افغانستان مردم را با خطر بالای مخلوط شدن سرب در خون مواجه کرده است. بر اساس گزارش تازه روزنامه تلگراف بریتانیا، افغانستان یکی از کشورهایی است که با بالاترین خطر روبرویی با سرب قرار دارد. در همین حال شمار از دکتران میگویند که سرب ممکن است سبب ایجاد مشکلهای جدی صحی شود. بیشتر در گزارش. بر اساس گزارش تازه روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا، افغانستان یکی از کشورهایی است که با بالاترین خطر روبرویی با سرب قرار دارد. در گزارش آمده است که دیگ‌های بخار زودپز که از آلومینیوم‌های بازیافت شده و با کیفیت پایین ساخته می‌شوند، از طریق پختن غذا در این ظرف‌ها سرب را به بدن انسان منتقل کرده و سبب مسمومیت آن می‌شود. از سوی هم بیشتر خانواده‌ها در افغانستان بدون آگاهی از خطر آن برای پختن غذا از دیگ‌های بخار زودپز استفاده می‌کنند تا از یک سو کار را در اسرع وقت انجام دهند و از سوی دیگر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. برای ما از دیگ بخار در زندگی روزمره خود برای پخت پز استفاده می‌کنیم و این یک گزینه خوب برای صرفه‌جویی در وقت است که در وقت کم
میتونه که غذا رو پخته بکنه یا غذا رو آماده بکنه. و همچنان به خاطر از اینکه دیگ بخار ساخت وطن خود ما است، برای مردم اقتصاد تر تمام میشه و مردم بیشتر از دیگ بخار در پخت پز استفاده میکنن. در همین حال شماری از دکتران استفاده از دیگ بخار را برای پختن غذا برای صحت مضر می دانند و می گویند که سرب ممکن است سبب ایجاد مشکل های جدی صحی شود. چون این دیگ ها سفری ساخته شده و یک سلسله فلزات فعال را از خود در جریان حرارت وارد غذا می سازه و یک فلز فعال وارد بدن شده و به طریق جریان خون به کل بدن پخش می شود. اولین مشکلی که از طریق تحقیقات و شواهد نشان داده شده و کشف شده مشکلات مربوط به سیستم عصبی و مغز ما و شماست، که مشکلات از قبیل اختلال در حافظه، اختلال در عملکرد شناختی و امراض مثل آلزایمر را به وجود میاره. این در حالی است که به طور تقریبی تمام خانواده ها در افغانستان از دیگ بخار آلومینیومی برای پخت غذا استفاده می کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا همایش را در مورد اتحاد، انسجام و اصلاح افکار جوانان در شهر گردیز مرکز این ولایت برگزار کرد. در همین حال مسئولان هدف از راه اندازی این همایش را آموزش جوانان در عرصه های گوناگون به ویژه اصلاح افکار جوانان می دانند. بیشتر با همکارم سعدالدین حکیمی. برگزاری محفل اصلاح افکار و انسجام جوانان، صدها تن از بزرگان، عالمان دین، جوانان و دانش آموزان در همایش اصلاح افکار که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا برگزار شده بود اشتراک کردند. مسئولان هدف از راه اندازی این محفل را آموزش جوانان در عرصه های گوناگون به ویژه اصلاح افکار جوانان می دانند. ولایتونو که زونان چارو بریتون او هیواد که زونان چارو معینیت هغه مهم او بنسټیز ارګان دی چې دې ځوان نسل ته په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د دوی فکري روزنه او د علمي کچه لوړول یې اساسي موخې دي. اشغال د سلګړیو د بېسو د فساد د فحشا او د منکر دومره سره داخل کړي چې موږ سره جلا کېږو نه چې کله لږ سره جلا سو د دغو شیانو نه لږ سره لرې سو د تقوا د حیا د قربت د قطوت د غیرت زندګي ته برابر سو بیا به زه داسې وایم چې د تامور د مامور د مامور د تامور. در همین حال قاری محمد یونس راشد، معین جوانان اطلاعات و فرهنگ، از برگزاری بیشتر همچو برنامه ها در دیگر ولایت ها اطمینان داد. در کبور چه اصلاح کرده دست در کبور در وطن سر تعهد و در کلاج بزنان و سر مبین و رفر در افغانستان ایده در خلق بیرونی او در خبر بزر توکم چه در زوانان در فکری سلاح پر در زوانان در تعهد پر مشکلی برنامه رو. شرکت کنندگان این همایش برگزاری همچو برنامه ها را سودمند خواندند. دموږ غوښتنې دا ده چې په لومړیو کې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، ځوانانو ته داسې سیمینارونه برابر کړي تر څو پورې هغه سست دوی په ذهن کې دي هغه له مسؤلینو سره شریک کړي. نو دغه شانته غونډې او مجلسونه په ځوانانو باندې ډېر مؤثر تمامیږي. ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي چې ما په ټولنه کې څه مسؤلیت ده. که دا شانته غونډې ډېرې زیاتې سي نو ځوانان به له غربي افکارو، غربي رسنیو څخه ډېر په امان کې پاتې سي. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، این نخستین محفل بزرگ در راستای اصلاح افکار جوانان و انسجام آنان است که در ولایت پکتیا برگزار می شود. باز هم خوش آمدید. و حال هم خبرهای از جهان. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفته که گفتگوها در قاهره برای تأمین آتش بس در غزه و به توافق درباره گروگان‌ها همچنان جریان دارد. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کردند. بیشتر در این بسته گزارشی. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفته است که گفتگوها در قاهره برای تامین آتش بس در غزه و توافق درباره گروگان‌ها همچنان جریان دارد. با گزارش رویترز و افزود این گفتگوها در سطح گروه‌های کاری در چند روز آینده ادامه خواهد داشت تا مسائل خاص حل و فصل شوند. کربی اظهارات مبنی بر بی‌نتیجه بودن گفتگوها را رد کرده و افزوده است که این گفتگوها سازنده بودند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کرده است. با گزارش روی ترز این گفتگو روز دوشنبه پس از سفر مودی با اوکراین صورت گرفته است. در گزارش به نقل از مودی آمده است او بر حمایت کامل هند از بازگشت سریع صلح و ثبات در اوکراین تاکید کرده است. جنرال لی چاومنگ فرمانده عمومی نیروهای زمینی چین در سفرش به پاکستان با مقام‌های ارشد ملکی و نظامی آن کشور در مورد روابط دو جانبه گفتگو کرده است. بر بنیاد اعلامیه حکومت پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با جنرال لی چاومنگ گفته است که چین و پاکستان از دهها به این طرف روابط استراتژیک دارد. نخست وزیر پاکستان همچنان گفته است که روابط بیجنگ و اسلام آباد از حمایت گسترده ملی سیاسی و اداری در پاکستان برخوردار است. پایان مجموعه خبری این ساعت از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.